بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد. سلام بر شما عزیزان و گرامیان، امیدوارم که هر کجا هستید در این هوای سرد تنتان گرم باشه و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بیننده های زنت گرامی، بار دیگر خداوند متعال ما توفیق عنایت کرد تا در یکی دیگر از گذرهای نهر چهارم که گذر بالیان هست در شهر هراتمان حضور بیاریم و از این گذر برای شما برنامه رو تدارک ببینیم. با ما همراه باشید و ببینید که در این گذر چه میگذرد و چه فعالیت‌ها و دستاوردهای تا اکنون صورت گرفته است. بله بیننده‌های عزیز گرامی، ما در کنار وکیل گذر بالیان جناب آقای غلام ربانی رسولی هستیم و همچنان در کنار ما تعدادی از مردم خونگرم و دوست داشتنی گذر بالیان هم حضور دارند. ما می‌خوایم که در ارتباط گذر معلومات عمومی را از زبان وکیل صاحب بشنویم. جناب وکیل صاحب، اگه صحبت بکنین چرا منطقه شما را به نام گذر بالیان میگن؟ گذر بالیان را به صاحب عزیب بالیان میگم که این به دوران سابق یک جای قودلی بوده، این به نام قودلیان بوده و حالا به صاحب زبان ها این به نام بالیان یاد بالیان شده. بله. اگه صحبت بکنین که در گذر بالیان چقدر نفوس زندگی میکنه بودن؟ حدوداً 750 فامیل ما به گذر بالیان زندگی میکنه. زندگی میکنه. بسیار خوب. و حدود اربعه منطقه شما کجا وصل است؟ گذرهایی که با شما همسه هستن؟ حدود اربعه گذر ما که هست سمت افته ما میشه به حساب وکیل صاحب جتان. بله. یعنی سمت قیزان سفلا. بله. سمت افته ما. سمت قبلی ما میخوره به سرک بکراباد. بله. و سمت جنوب ما میخوره به اولسوالی انجیل. بله. سمت شمال ما میخوره به جیده که وکیل گذر آقای محمدی میوش. بله. تشکر از شما بینیدای عزیز، با ما همراه باشید و بیشتر در مورد این گذر آشنا بشید. باز از مسجد شهر صوت قرآن آید، با نسیم سحری عطر ایمان آید. در مسجد حضرات شیخین در ناحیه چهارم گذر بالیان شهر هرات قرار داریم و میخواییم که در رابطه با مساجد صحبتی داشته باشیم با جناب خطیب صاحب که در کنار ما هستن. اگر اشاره بکنیم که چه تعداد مسجد در گذر شما وجود داره؟ در گذر بالیان سه مسجد وجود داره. بله. من جمله یکی مسجد جامعه، یکی مسجد جامعه حضرات شیخینه، یکی مسجد حضرت حمزه رضی الله عنه، و یکی هم حسینی دارن که به نام موسی بن جعفر به نام تکیه قریبا هم میگن. سه مسجد وجود داره جمع. و از اینا یک مسجد جامعه است که ما حضور داریم. بله. همین مسجد شیخین که ما حضور داریم مسجد جامعه است. مسجد جامعه. بله. بله. دسترسی شهروندان چگونه است؟ آیا موقعیت قرار گرفته که همه بتونن به دسترسی داشته باشن؟ خب چیزی که واضحه سه بر هم معلومه، به واسه مسجد معلوم میشه که مردم همه دسترسی دارن، ان شاء الله به همه چیز مسجد برسیدن و میرسن. از امکانات مسجد فراهم میفهمین شما که مردم همه ان شاء الله میرسن. بسیار خوب. در قسمت تعداد مساجد و مساجد گذر نمره 5 میدین که بلندترین نمره است. در قسمت بحث تمیزی مسجد به وضو خانه میخوایم که در راستا صحبت بکنین، آیا در مساجد متولی داره یا که شهروندان خودشون بالاخره سهم میگیرن نظافت مسجد بالاخره تمیزی مسجد در نظر میگیرن؟ مسجد ما متولی هم داره و خادم هم داره. بله. روز جمعه تمام مردم به اصطلاح صاحب همه خادم هم. یعنی خانواده ها همه خودی به شاخ می هم دیگه ساکین می هم سهم در خدمت مسجد می گیرن، در نظافت مسجد. بعضی از جوان ها می رم سه تا چیزا دستیار پر می کنم، تا وضو خونه تمیز می کنم، اطراف سکلار نگاه می کنم، تا مسجد تمیز می کنم. متولی مخصوصی نداریم، همه مردم متولی مسجد هم. بله. تشکر از شما. در کنار آقای اسلمی هستن، رئیس شورای نهی شورم. آقای اسلمی، اگر صحبت بکنین که همکاری امامان مسجد با وکیل گذر چگونه است؟ گفتن که سه مسجد در این گذر دارن و طبعا امام صاحبا هستن، مؤذنا هستن در اینجا. همکاریشون، ارتباطشون با وکیل گذر، ارتباط وکیل گذر با امام ها چگونه است؟ شما خود میدونید که
هر کدوم در بس مسئولیتی که برای از اونا داره سپرده شده، مثلا جناب وکیل سید مسئولیتی رو ایجاب میکنه که یک ارتباط تنگاتنگی با علما داشته باشن. علما دیگه میدانن که رهبران امت هستن، هر مشوری که اینا دارن از علما میگیرن و مساجد سر میزنن، از خطیب سیب یا از امام سیب سوال میکنن که آیا مشکلی در گذر هست، آیا صحبت مشوری دهی برای ما داریم که من طبق از او عمل کنم. بله، یا و در ضمن وظیفه علما و خطبا هم همی است که باید با نماینده او گذر، با وکیل او گذر در ارتباط باشه. تشکر از شما. در قسمت همکاری هم 5 نمره میگیرن. در قسمت تمیزی جناب استاد اشاره کردن و همچنین من مشاهده کردم که جاهای برای کتاب هست و اینجا فرهنگ کتابخانی هم مشاهده میشه، اما بعضی از این قفسه‌ها کتاب کمتر داره. آیا برنامه‌ای داریم که بالاخره در مساجد فرهنگ کتابخانی رو بیشتر تقویه بکنیم؟ فرهنگ کتابخانی کو یک به اصطلاح بسیار جمله نیکی هست ده. که باید همه ما به فرهنگ کتاب رجوع داشته باشیم. برای ما کتاب های در اینجا که داریم، از اون کتاب ها امکان دارم حال در حدود 200 جلد بین مردم توزیع شده باشه، که یعنی اونا میخوانن، مطالعه میکنن و پس بار میارن و نامه از اونا در یک لیست نوشته میشه. بله، فرهنگ کتابخانی که انسان به سوی فرهنگ و به سوی دانش، به سوی خداشناسی و به سوی علم سوق میده دیگه. بله، اینجا بحث دروس دینی و آموزش دروس دینی در مدارس و مساجد شما چگونه است؟ بله، ما دارالحفاظ ذکور داریم و دارالحفاظ اوناس در طبقه اوناس که قری صاحبای از اونا از همشیره های مانند و بخش ذکورم قری صاحب ما از برادران هستند که در دو تایم اینا همیشه اولادای ذکور و اوناس از صبح ساعت 8 بجه هستند تا 11 و نیم بجه. 11 و نیم بجه دیگه مرخص میشن، میرن به نهار و به محض از این که نماز زور خوانده شد، باز پس هر دو بخش میان تا ساعت فعلا ساعت 1:45، بعد از اینکه باز رخصت میشن به خاطری که ساعت 4 نماز عصر گفته میشه. بله، تشکر میکنم از شما. در قسمت بحث مسجد و زخانه و همچنین بحث امکاناتی که در مساجد هست هم 5 نمره رو میگیرن و هیچ نمره کم نمیکنین. میریم و با هم دیگر میبینیم بقیه این گذر و یکی در این گذر چه میگذرد. با ما همراه باشید. مبحث تابلوی ورودی گذر، پلاک خانه ها و همچنین تابلوی های کوچه های فرعی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی است که در قسمت آدرس دهی و همچنین که نظم و نظام و صفایی برای آدرس دادن در منطقه بسیار مهم است و حائز اهمیت و باید به این نکته توجه بشه. اما در این گذر ما تابلوی ورودی رو متوجه نشدیم. وقتی با همکاران آقای کاظمی و آقای شوری آمدم ما مشاهده نکردم. میخواهیم علت رو بدانیم که چرا تابلوی ورودی گذر نیست. جناب وکیل صاحب، اگر صحبت بکنیم که تابلوی ورودی گذر در گذر شما نبود، به چی دلیل؟ دلیل از این نبود که ما دیدن چند روز میشه که ما به حساب همین گذربندی ها که ما گذربندی میکردیم به همین حساب و مشکلات رسیدگی نکده ندونستیم و انشالله با شما ما اطمینان میدم، قول میدم که به زودی انشالله ما تبلیغ ورودی نبسیم. خب پس ما در قسمت نمره از زیر میگذاریم و میریم روی بحث تبلیغ کوچه های فرعی چگونه است. آنچه که ما مشاهده کردیم از اول ورود گذر شما، خب چشم میخورد که تابلوهای هست سر کوچه ها و خب پایای اساس داشت و خیلی منظم بود. بله. آیا همه گذر شما تابلوی فرعی داره؟ بله، حدودا باسته کوچه ها منطقه ما مکمل همگی نظر بگی که نیانمال خود شما مشاهده میکنی مکمل همگی پلاک دارد هم خونه های اینا و کوچه های هم که هنوز نرفتیم اونا هم همچنین هم تابلوی فرعی دارن و هم پلاک دارن. تابلوی فرعی دارم و هم دم کوچه ها حتما هست. بله، یک بحثی که خیلی برای ما هم جالب بود، ما میخواییم بدانم که از نصب این پلاک بودن چند وقت میگذره؟ چقدر؟ حدودا از نفس از اینا 1.5 سال میگذره. 1.5 سال. پس ما هم از تابلوی کوچه های فرعی کم نمی کنیم، 5 نمره اختصاص میدیم و همچنین پلاک خانه هم در گذر بالیانای چهارم 5 نمره از آن خود میسازه. البته این نمره که اینجا ما درد میکنیم مختص تنها وکیل گذر نیست، بلکه این نمره ای است که به تک تک شهروندان گذر بالیان اعطا میشه و داده میشه. امیدواریم که همیشه نمره 100 از آن خود بسازین و بریم با هم دیگر بقیه گذر رو ببینیم.
خودم میسازمت نامیست برای شما برنده از آشنا. اما آیا واقعا در گذرهای که ما میریم باستازی و نوسازی و همچنان ترمیم و مرمت جریان داره یا نه؟ نایه چهارم که در شهر هرات من موقعیت داره و منطقه به نام بالیان هست و ما اکنون در اونجا قرار داریم، مستاقی برای ندا هست و میبینیم که پشتر ما باستازی جریان داره و تعدادی از کارگران در اونجا کار میکنن و بالاخره دستگاه هست و خوشبختانه جدول ها، کانال ها و همچنین سرک که ما اینجا استاد هستیم، این سرک آسفالت میشه و در این کنار ما یک سرک آسفالت شده الحمدلله و برابرداری سپرده شده، مردم استفاده میکنن. میخوایم اول از وکیل صاحب گذار بشنویم، جناب وکیل صاحب چه مدتی هست که شروع شده و این چقدر میتونه مفید باشه برای مردم؟ حدوداً 6 ماه میشه که انمی کار انمی شروع شده، حتی آسفالت شده. اما کانال های اون مونده که برای فعلا همی همه لگانه کار ادامه داره شروعه که همی کانال ها از این میسازم و انشالله به مردم ما حتمی که چیز واضحه که این مفیده. بسیار عالی، تشکر از شما. از رئیس شروع میخواییم بدانیم، جناب رئیس شروع اگر صحبت بکنین جزئیات از این کار که چقدر وقت میشه که شورا و وکیل گذر این منطقه اقدام کردن و استقبال شهروندان چگونه بوده، آیا مردم همکاری دارن؟ طبعا مشکلات را ایجاد میکنه برای عبور و مرور تا اینکه ساخته بشه، چقدر مردم همکار هستن؟ خب شما خود میدانیم که اگر همکاری مردم در تمام عرصه زندگی، چی در نقش بازسازی باشه، چی در نقش اعمار باشه، چی در هر کار عمل منفی که باشه، اگه نقش مردم، حضور مردم فعال نبود، او کار به موفقیت انجام نمیشه. تنها به وکیل گذر و شورا، زحمت از اونا و فعالیت از اونا و باز حمایه بیشتر از اونا برمیگرده، به خود مردم برمیگرده. با مدت است که این جاده ها حدودا تقریبا 15 سال است که مردم انتظار از این داشتن که در حکومت گذشته امروز امسال به سال بعدی میفتاد و سال بعدی به سال دیگر. الحمدلله که با آمدن حکومت امارت اسلامی و تپوتلاش وکیل گذر و مسئولین شوراها و در ضمن فعالیت و نقش مردم که یقینا زمین ساز و فرامسازی برای اسفالت جادا شد و جای دارد که واقعا تشکر کنیم که از مدیران ارشد شهرولی، از ریاست شهرولی که احترام گذاشتن، افتخار دادن به ملت خود که گفتن سالهای رنج را تحمل میکنن و این زحمات را اینا کشیدن، باید جاده از اینا اسفالت بشه که شما میبینید این جاده اسفالت شده، این سمت اسفالت شده، مردم برقای هوایی را از نگاه تنویر ساختن و بازسازی کانال هم انشاءالله در شرف ختم شدن است. انشاءالله امکان داره که تا چند روز دیگه ختم بشه. تشکر از شما جناب رئیس شورا. شما اشاره کردین به سوالی که من میخواستم رو مطرح کنم. خب طبعا در قسمت بحث کانگریت کوچو میخواییم که باز هم از زبان وکیل سه بشنیم. این جاده و این کوچه ها رو دیدیم که کانگریت شده و داره بالاخره کانگریت از پیش میره. چند کوچه دارین که اونا کانگریت نشده؟ آیا کوچه هم دارین که جدا از کار که شهرولی و حکومت انجام میده مردم هم افتکار کرده باشن یا نه؟ بله بله ها، مردم همی جاده مایری روی 12 که این از طرف دفتر آبیتات یا ما تیر رخت کرد، کانگریت کرد. خب مردم نگاه سم گرفت که حدوداً 20% مردم از کسی شخصی خو به همین را اینا مصرف کردن و ما بتونستیم که مایر روی 12 و توسط مردم و دفتر آبیتات مایر تونستیم که برد. شکر از شما. خب چون بعضی کوچه ما هنوز دیدیم که کانگریت نشده و فکر کنم نیاز هست که بیشتر عطف توجه بشه، سه نمره در قسمت کنگریت کوچه ها میگیرن و کانال های گذر هم 4 نمره از آن خود میسازه. بریم و با هم دیگر بقیه این گذر بالیان مربوط نایه 4 شهر هرات رو مشاهده میکنیم و میبینیم. بله بیننده های عزیز و نهایت گرامی، اینجا در بالیان، گذر بالیان نایه 4 شهر هرات، یک تصویر یک جای را بالاخره نظر ما جلب کرد که مطمئنم خالی از شگفتی و اهمیت نخواهد بود و برای شما هم مهم خواهد بود. در داخل جای بسیار کوچک که شاید دودن 50 سانتی متر بیشتر نشه، در دو طرف دروازه کوچک ورودی خود
فضای صبر رو ایجاد کردن که واقعا چشم نماز هست. میخوایم که از جناب وکیل تپرسان کنه فضای صبر چگونه از قسمت نالشانی و درخکاری و فضای صبر نال و نالشانی ای خواهد میه که هر برادر، هر کس، هر شهروند باید به این صد در صد یعنی کار بکنه و به حساب فضای صبر دیگه هر کدوم ما باید کشا باشیم. باز ضمن از این که بازی برادر ما مانه مثل از این دیگه جادگی هم ما هم تجایی داریم که فضای صبر اهمیت دادند و این کار انجام دادند. بسیار خوب، تشکر میکنیم. ما فضای سبز در این منطقه باز هم وجود فضای سبز پنج نمره میدیم و تشکر میکنیم از شهروندهایی که از کمترین مکان و امکانات استفاده میکنن و سعی میکنن که هوا و فضای خوبی رو ایجاد بکنن. میریم باز هم میبینیم گذر بالیان نایه چارم. از حقیقت نگذریم، در هر کوچه ای از گذر بالیان چارم که وارد میشیم بازسازی را مشاهده میکنیم و اینجا میبینیم که ساخت و ساز جریان داره. اما خانه های هم هستن که در اینجا محرومتر معلوم میشن، خانه های قدیمی هست و مشخص هست که بعد افراد مستحق هم در این گذر سکونت دارن. از زبان وکیل میشنویم در قسمت افراد مستحق چی برنامه دارین و پلان شما برای محرومین چی است، چی کردین تا بال؟ ما الحمدلله حدوداً تا به حال ما حدوداً 300 نفر از خانه‌های غریب و وضعات ما تحت پوشش کارت گرفتیم، کارتای که از طریق مؤسسه WFC و وقتی هم که ما مثلا نهی امور میخواه میگن شما 20 نفر یا 15 نفر یا 20 نفر شما داریم بریم به منطقه خوب. باز ما میاییم اینجی ممروی رئیس صاحب شورا و مولای ما و مسجد میشینیم جلسه میکنیم که ما مطمئن شیم که نینوی خانه قریب مستحق او تحت پوشش کارت میگیریم. به امید اینکه روزی ما بیاییم در گذرهای شهر خود و ببینیم که هیچ مستحقی وجود نداشته باشه و همه مردم مشکل اقتصادیشان برطرف شده باشه. به پایان آمدین دفتر، اما برنامه خودم میسازمت انشالله همچنان باقی است. به پایانه که دیگر از برنامه های خودم میسازمت رسیدیم و اما این بار در گذر بالیان نایی چهارم شهر هرات و در کنار دو شخصیت بزرگی که در کنار ما هستند، وکیل صاحب گذر که آقای رسولی هستند و همچنین رئیس شورای نایی چهارم آقای اسلمی در کنار ما هستند. ما ناگزیر هستیم که در این قسمت اعلام بکنیم که این گذر چند نمره آورده، اما خب میخواییم که قبل از او از زبان رئیس شورا بشنویم که رئیس شورا میخواستن در گذر که اینا مسئولیت دارن مستقیم در ریاست شورای نهی چهارم و اینجا زندگی هم میکنن چند نمره بعد میاردن. آقای اسلمی از 100 نمره میخواستن چند نمره بگیرین شما؟ باید 100 میگرفت. 100؟ هیچ نباید کم میشود؟ کم نباید میشود، اما چون خود ما قضاوت به دست ما هست این منطقه بوده که تحت تاثیرات جنگ 40 ساله قرار گرفته شده. اگر ما تقریباً 80 و 90 هم برده باشیم با ما لطف شده، اما چون گذرهایی که تحت جنگ دوران گذشته قرار داشته اینا خرابی زیاد بوده در اونجا و به توان نه مسئول شورا بوده نه وکیل گذر بوده، اما یقینا چی خورد فعالیت ها خورد کردن عملی خورد کردن. جناب وکیل صاحب تشکر میکنم. آقای اسلمی شما هم آیا صد میخواستین دیگه؟ طبعا هر کس صد نمره رو دوست داره. چیز واضحه دیگه، یعنی باید صد. اگه حال امروز مثلا من 50 اعلام بکنم نمره شما اعلان 50 شده باشه، چون دیگه دیده کارشناسی کمار رئیس میبینیم این مسائل رو بالاخره ریز موضوعات میبینیم، اگه 50 باشه ناراحت میشین؟ ولو ناراحت خونه میشیم نظر خود چیم بگیم، یعنی بیشتر باز باید تلاش بکنین. خب به هر صورت یک چیزی رو در داخل برنامه گفتن جناب وکیل صاحب، بحث تابلوی ورودی گذر بود. ورودی گذر در حضور رئیس شورا، شهروندان که پشت کامره هستن، همکاران و همه بیننده ها، چند روز بعد ما اینجا بیاییم تابلوی ورودی گذر نصب باشه. اودیدم انشاءالله به شما قول میدم که تا به 20 روز بله ما حاضرم که همی تابلوی ورودی نصب کنم و با شما تماس بگیرم و ابتکارات دیگری هم باشدن. بله. خب پس ما هم قبول میکنیم و اعلام میکنیم گذر بالیان نایه چهارم مربوط شهر هراتمون 85 نمره را از آن خود کردن که نمره بسیار خوبی هست. ابتکارات، بازسازی و همچنین همون واژه‌ای که نام اصطلاحی که نام برنامه ما هست خودم میسازمت در اینجا بالاخره نمایان بود و شما هم مشاهده کردید.
دوستان عزیز ناگزیریم که با شما گرامیان و عزیزان خداحافظی داشته باشیم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، که باز هم امیدواریم رب العزت به ما توفیق عنایت کند و در خدمت شما باشیم. شما را به خدای یکتا میسپاریم. وقت بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارت.